صنعتی به پهنای ایران، سنگ تزئینی و معادن اون. امروز 2000 معدن سنگ و 6000 سنگبری در ایران فعالند که بخش کوچکی از اون فعالیت‌ها و توانمندی‌ها در نمایشگاه سنگ، معدن و ماشین‌آلات وابسته به نمایش در اومده. ظرفیت تولید معادن ما 27 میلیون تنه، الان حدود 13 میلیون تن تولید می‌کنیم و ظرفیت واحدهای فرآوری ما حدود 180 میلیون متر مربعی که در حال حاضر 70 میلیون متر مربع تولید میشه. فعالان این صنعت میگن معادن ایران بسیار غنی و ممتازه و در جهان متقاضیان بسیاری داره. گستره تنوع در حوزه صنایع سنگ و معدنی در ایران خیلی بالاست. بنابراین بازارهای خارجی تشنه سنگ‌های ایرانی هستن. تو ایران هنوز روی همون 30% باقی موندیم و 70% از سنگ استخراجیمون رو به دلیل اینکه منابع مصرف درستی براش نداریم از دست میدیم. چندی پیش با ممنوع شدن واردات سنگ تلاش شد رونق به این صنعت برگرده، اما ممنوع کردن واردات بلوک آب سردی بود که بر پیکر فعالان این صنعت ریخته شد. این اتفاق خوب میشد اگر بشد بلوک های خارجی وارد ایران بشه، بریده بشه و به کشورهای خدمت شما حاشیه خلیج، کشورهای همسایه صادرات انجام بشه. حالا وزارت صنعت میگه این اشتباه جبران شده و به زودی واردات بلوک سنگ آزاد میشه. سنگ تزئینی مطالبه بود که اینو بذاریم تو گروه 4، بخواد اینکه سنگ ایرانی مصرف بشه. در کنار اینکه سنگ بریده رو گذاشتیم تو گروه 4، اشتباهاً کوپ هم این اتفاق برای شده. کوپ ما میاریم تو گروه 3 برای اینکه کوپ تولید ایران خواهد بود، در واقع تو ایران بریده خواهد شد، اشتغال ایجاد خواهد کرد، ارزش افزوده ایجاد خواهد کرد. اما نمایشگاه آسانسور، تجهیزات و صنایع وابسته هم دیگر نمایشگاهی بود که امروز در تهران گشایش یافت. بعد از اشباع بازار داخلی از آسانسور ایرانی، حالا نوبت صادرات این محصولات است. برگزاری این دو نمایشگاه در کنار هم باز هم ظرفیت‌های کشور رو در صادرات غیر نفتی به نمایش گذاشته. ذخایر معدنی ایران بالغ بر 60 میلیارد تن ارزیابی شده و از این لحاظ رتبه 4 دنیا رو دارا هستیم. معدن در صورت تکمیل زنجیره ارزش افزوده میتونه جایگزین مناسبی برای صنعت نفت باشه. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.